سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ آقا ما اومدیم دوباره با یه ویدیو آلکاتراز. خدا رو شکر حافظه آیپد رو خالی کرده بودم. عرضم به حضور شما که این حدوداً 50 گیگ تلگرام، 50 گیگ نمیدونم حافظه پنهان، اینا رو که خالی کرده بودم تونستم چند تا گیم پلی آلکاتراز رو نگه دارم. مثل قبلا نبود که پاک کنم به خاطر حافظه. از همون ویدیوهایی که ذخیره شده این ویدیو رو پیدا کردم که 26 تا کیل با یک بار فکر کنم مردن، اکثران هم پلیئر، پیدا کردم براتون، گفتم بذارم که صفا کنید. غیر از این همین چند تا کیل اول، بقیه همشون پلیئر هم اکثران قضیه فیبر نوری. فیبر نوری پیگیری کردم، خودم خیلی مشتاق اینم که بگیرم. اوکی میگیریم، ولی خب ما تو روستاییم، زنگ زدم گفتن که احتمال قوی نداریم، یعنی تو این روستا پشتیبانی نمیشه فیبر نوری. چیزی که من فهمیدم اینه که اینجا هنوز سیمکشیش نیومده. حالا باید برم دوباره شهر، باید برم گرگان اونجا زنگ بزنم که اونجا قطعا، خب بالاخره شهر دیگه، قطعا اومده اون کوچه پس کوچه‌اش راحت میتونه فیبر نوری بگیره. ولی خب اونجا دیگه باید پیش خانواده زندگی کنم دیگه. اینجا حالا تو خونه روستا هم شرایط تنها زندگی کردن، با عموم زندگی کردن، با خانواده زندگی کردن، خب زمین تا آسمون فرق داره. اینجا هستیم 2 نفر، اونجا هستیم 5 نفر، قطعا سر و صدا، سر و صدای گیم. عرضم به حضور شما آزادی که اینجا تو خونه روستا داره آدم پیش خانواده که هیچ وقت نداره، این چیز منطقیه. باید ببینم که حمایت شما چقدر دیگه، اگه حمایتتون خوب باشه بیاید تو لایو استریما، میگیرم فیلم نوریه رو میگیرم که از این بعد استریم میکنیم. علاوه بر اون سربازیم هم هست که اونم باید ببینم ازام اونجا کجا میفتم. اگه منطقه خودمون بیفتیم، اگه کارامون اوکی شه من بیفتم تو منطقه خودمون، خب شبا استریم میتونیم بذاریم. اگه نیفتم که هیچی دیگه، الکی هزینه فیبر نوری و این داستانا به چخ میره. پس چیکار باید کنم؟ اجاره نکنم؟ اول باید چیز کنم، سربازیه رو ببینم کجا میفتم، اول مطمئنشم از جا و مکان سربازیم، بعد بیام یه هزینه هنگفتی کنم اون فیبر نوریه رو بکشم. اینم حرفیه، اینو بهش دقت نکرده بودم، حالا یادم افتاد. اینکه رو هوا زدیمش. میگم ای کاش کشور ما پیشرفته بود مثل این کشورهای دیگه. روسا هم اگه دل ندارن فیبر نوری، بالاخره همش که نباید همش تو کلان شهرها باشه. هرچند من تو اخبار این داستان رو خوندم، سالی 10 میلیارد اگه اشتباه نکنم، آره نشو 100 میلیارد ریال در سال ما سرقت سیم فیبر نوری داریم در سطح استان، فقط گلستان رو فکر کنم، در سطح گلستان. خب چیزی که من توی گوگل خوندم، خبرگزاری خودشون، سرقت میکنن دیگه کابلای فیبر نوری، خب ارزشش خیلی زیاده، سرقت میکنن. از اون ورم که حالا یا بودجهشون کمه یا هرشید، خیلی سخت میتونن ترمیم کنن. از اون ورم که تو روستای ما نیومده، از شهر تا روستای ما فلان کیلومتر فاصله است. نمیتونن برای یه نفر که من باشم 10 کیلومتر راه رو فیبر نوری بکشن که یه هزینه فضایی میشه. قطعا قید این روستا رو باید بزنم، قید این جایی که الان هستم رو باید بزنم.
فلانه همون پینگی که الان داریم میبینیم، پینگ هم 48-49 تو روستا با سیم مسی با وای فای خیلی معمولی 16 مگابایتی ADSL با سیمای مسی که این خونه قدیمی مادر بزرگمه دارم همچین پینگی میگیرم. پینگه اوکیه ولی به درد استریم نمیخوره. کافیه که شما از این پینگ بخواید دو تا گوشی استفاده کنید، در جا پینگ 90-100 میکشتون، یعنی افتضاح. من با همین نت وای فای فکر نکنید که مثلا من امتحان نکردم، هزار بار امتحان کردم و هر هزار بارش هم پینگم شد 120، اصلا نمیشه پلی داد. استریم اوکیه ولی خب پینگ داخل بازی میشه پینگ 120، چه فایده. از اون برم که لپتاپ یا کامپیوتری هم ندارم، باید یه لپتاپ قصی هم بگیرم. وقتی رفتم شهر میگم باز باید بهتون خبر بدم دیگه که ببینم چی میشه، چون پدرم داره پیگیر سربازی میشه، حالا ببینیم که چی پیش میاد. هرچی خدا بخواد همون میشه. دعا کنید دیگه، دعا کنید که میگم اگه نت فیبر نوری اوکی بشه. من که بیکارم، من که گیم پلی و چه میدونم استریم و این داستانا میذارم براتون، کافیه که نت اوکی باشه. میدونی تا نت اوکی نباشه نمیشه کاری کرد، همه چیه اینترنت اسمش روشه آخرش نت، تو نت اوکی نباشه میخوای چی کار کنی؟ هیچ، فلجی، قشنگ فلجی. تنها امکاناتی که الان من دارم همون دیگه، یه آیپدیه که بتونم فقط باش گیم پلی زب کنم دیگه، با یه نت سیم کارت گوشی که اکثرا من شبا نت آپلود میکنم، با یه نت سیم کارت گوشی بیام ویدیو رو بذارم تو یوتیوب. با این حال که چیز شد 400 تا سابسکرایب داریم، کم کم میشیم خوبه، داریم کم کم پیشرفت میکنیم، ویوامون به سابامون میخوره. شما لطف دارید ویدیو رو تا آخر میبینید، واچ تایم بره بالا، اکسپلور یوتیوب هم خودش اوکیه، کم کم پیشرفت میکنیم با هم دیگه. در کل که مرا آلکاترازم هر موقع بیاد، امثال کسی که تولید محتوا میکنن، من امثال چه میدونم اومی سیکس اینفرنو اینا، گیم پلیشون راحت در میاد، آلکاتراز گیم پلی در بیاره. خب میگم دغدغه و فکر ذهنیم الان شده فیبر نوری. چرا؟ چون یا خدا اینو ببین کجا کمپ کرده بود، سلطان کمپ. دغدغه اصلیم شده فیبر نوری. خیلی چیز خفنیه بچه ها، خیلی خیلی. تو اون ویدیو قبلی هم بهتون گفتم اگه میخواین از شگفتی های فیبر نوری خبر داشته باشین، کافیه دارید تو یوتیوب سرچ کنید مزایای فیبر نوری یا اینترنت فیبر نوری، یکی از اون ویدیوها رو ببینید که طرف یه یوتیوبر معروفیه، قشنگ توضیحاتش رو گوش کنید، تازه میفهمید اینترنت یعنی چی. اینی که ما الان داریم استفاده میکنیم در مقابل فیبر نوری انگار نت 2G 3G. خب بسته به شانس، همه چی بسته به شانس، منطقتون فیبر نوری اومده باشه یا نه. میگم تو اون ویدیو یوتیوبر رو داشتم میدیدم گفت که شما باید فقط و فقط شانس داشته باشید تا بتونید نت فیبر نوری رو دریافت کنید. مستر مفهوت کمون که مولتیپلیر دیروز ویدیو یوتیوب گذاشته بود، رفتم دیدم نت فیبر نوری و گفته بود که پینگ 40 میگیره، گفته بود که مثلا من رفته بودم پیگیری کرده بودم نداشتن 3-4 ماه پیش فیبر نوری و تو این 3-4 ماهی تو منطقه‌مون آورده بودن. میگم دیگه حالا این کرپ هم اینجا نزدیک بود منو به چخ بده، اچ پیم 2
رفتم از این نردبون برم بالا، دیدم زون داره میاد، کار اشتباهیه، گفتم اصلا اون چپ برم اینطور. خلاصه که مستر مفوت هم فیبر نوری گرفت، استریماش خیلی قطعا بهتر میشه. چیزی که من پرسجو کردم اصلا بدون هیچ نوسانی با نور، ببینید بچه ها پشماتو میریزه، با نور انتقال اطلاعات داره این فیبر نوری. اسمش روشه فیبر نوری با نور. خلاصه این که برم شهر یا سربازی اینا همه چیو در اطلاع میدم بهتون تو ویدیو بعدی، حتما بهتون میگم. لایک و ساب یادتون نره، کامنتاتون من نخونم یا مثل همیشه لایک و ساب یادت نره رفیق، با این وضعیت برات ویدیو گذاشتم.